بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه روزه اول هر کی روزه میگیره مثل که خودش مرشن ملزم میدونه که اخمو باشه، که اخمو نباشه روزه نیست. اون وقت تو خونه هم دم و غروب که میرسه اون معده دارد اسید ترشح میکنه، به قول امروزی ها اگر سیگاری باشه خب سیگار خودش کافیه که دعوا کنه تو خونه، اگر سیگاری نباشد این حالت دم و غروبی انسان اصلا دلش میخواد با زمین زمان دعوا کنه، یه کاری بالاخره، یه دعوای بیکار ننشینه. خلاصه فلزا در ماه رمضان شیطان برای اینکه ثواب روزه ما را ببره خیلی دم و غروب کوشش میکنه تو خونه بد اخلاق باشه، خیلی حواستون جمع باشه. اون خطبه را خوندیم، شعبانیه را خوندیم، همونجا حضرت فرموده که در ماه رمضان کار را درباره خادمها، درباره نوکرها، درباره کلفتها، درباره زیر دستها تخفیف بدید، نه تنها اوقات تلخی نکنید، نه خودتون رو باشید یه کار بکنید دیگه. اولا خوب مستحب مرد وارد خانه شد گوشه کار را بگیرد، بچه گریه میکنه نگهداری بکنه، چای را دم بکنه، اونم یه کاری انجام بده، کمک بکند. ببینید روایاتش زیاده. علاوه بر این که بر زن کار کردن واجب نیست، نمیدونید که برای خانم چای درست کردن، آب گوشت درست کردن، خانه جارو کردن، لباس شستن، بچه شیر دادن، بچه نگهداری کردن، بچه رو شستن واجب نیست. اگر کسی زور بگه خلاف شرع کرده. اینه میدونید. یا غذا درست کردن، خب تا غذا رو خوابش برده غذا درست نکرده، واجب نبوده غذا درست کنه برای مردا، که اون وقت علاوه بر اینکه چیز واجبی به عهده زن نیست، مرد میرسه و تلخی میکنه. میدونید روایت چی بود؟ روایت اینه: ان الحسن سند ست حسن، ان الحسن یعنی ان حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت چیه؟ این احسن الحسن الخلق الحسن، این احسن الحسن الخلق الحسن، بهترین چیزها خلق خوبه. واقعا من خودم آرزو میکنم، مرام دعا کنید خدا این اخلاقم به من بده. هر کسی که تند و خوص، در روایت داریم، از گناه نمیتونه خلاص بشه، با زمین زمان دعوا میکنه. آدمی که خونسر دست و خوش اخلاق هست، این هم خودش راحته، هم زنش راحته، هم بچهش راحته. یا آقای میگفت امام هفته یک شب یا یه روز میشینه تمام بچه ها جمع میشن، همه را جمع میکنه، نواها، عروس ها، هر که هست دیگه، بچه ها را جمع میکنه و حرف نمیزنه، میگه شما حرف بزنید من گوش کنم. البته هر کسی به اندازه عقل خودش حرف میزنه دیگه، حتما اونها که حرف میزنن هیچ کدوم به اندازه عقل ما حرف نمیزنن. و یه روایتی داریم، اینا سه تا روایت ظاهرن تو وسائل، من دیدم، وقتی دیدم واقعا دیدم خیلی وظیفه سنگین تره. حقوق زن چند تاست؟ لباس هست، خوراک هست، مسکن طبق شأن زن. ممکن است شنش تقاضا داشته باشه، این کلفت هم داشته باشه دیگه. چی دیگه؟ این که مرد باید در مقابل نیشهای زبانی زن صبر کند، این اصلا حق بشه. آقایان اهل وسائل، باب نکاح را ببینید. من اول مرتبه که به این روایات برخوردم، دو سه تا روایت، واقعا اسلام چقدر دقیق. چون زن اینجوره دیگه، اصلا خلقتش، سبکش، آفرینشش این سبکیست، یه موجود عاطفیست. اسلام رو این اصل آمده به مرد گفته که شما باید تو خونه با زن، با بچه مثل اونا رفتار کنید. انشاءالله تعالی آقایان یه روایتی در باب آینده سعد بن معاذ، همه شنیدی سعد بن معاذ را؟ سعد بن معاذ مرد به این بزرگی در اسلام کم نظیره.
از اون مسلمانای اول اول مدینه است، در راه اسلام جزء افسرها و بزرگمردها و سیاستمدارها بوده، در میشه گفت تمام جنگ های رسول خدا تا جنگ خندق شرکت کرده، اونجا تیر خورده. وقتی که تیر خورد گفت که خدایا، بنی قریظه یهودی ها نقض عهد کرده بودن، بنی قریظه هم پیمان این سعد بن معاذ بودن. گفت خدایا اگر درباره یهود بنی قریظه یک کاری داری من نکش ببینم، من زندم نگه بدار. اون بند اومد تا بنی قریظه کارشون به جایی رسید، تسلیم حکم سعد بن معاذ شدن. خودشون گفتن آقای سعد بن معاذ هر چی در حق ما بگه ما قبول داریم. رسول خدا فرمود منم قبول دارم، برید بیارید. رفتن سعد رو آوردن. یهودیا از مدینه تا بنی قریظه دور مرکب سعد بن معاذ بیچاره عذلابه میکردن. سعد به زنهای ما رحم کن، به بچه‌های ما رحم کن، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، ما هم پیمانت هستیم، حلیف تو هستیم، زمان جاهلیت چنین چنان بودیم اینا. تا نزدیکی‌های خیمه رسول خدا تقریبا آوردنش، اونجا یک کلمه گفت. گفت یه سعد اون وقتش است که باید برای خدا حرف بزنه. دیدن نه، همه عذلابه ها همه هدر رفت. سعد گوش نکرد به این حرف. آمد رسول خدا، روایت اینه، تا از دور دید، فرمود که پاشید، آقاتون اومد. پاشید پیادش کنید. سعد رو آوردن تو خیمه نشوندن. سعد به یهودی ها خطاب کرد، گفت حکم من درباره شما هرچی بگم نافذه؟ گفتم بله. خب به رسول خدا چی بگه؟ سرش پایین انداخت، گفت حکم من درباره اشخاصی که تو این خیمه نشستن نافذ است؟ رسول خدا فرمود بله بله منم قبول دارم، بفرمایید. گفت حکم من این است که یهودی های بنی قریظه مردهاشون از 15 به بالاشون گردنشون بزنید، مالشون، اولادشون، زنشون، خانهاشون مال مسلمان ها باشه. خون باز شد و سعد از دنیا رفت. تشییع جنازه کردن، رسول خدا حاضر شد و خب حتی رسول خدا ظاهرم بی عبا بود، جاش هی عوض میکرد تو راه. عرض کردن چرا اینجور راه میرفت؟ فرمود ملائکه ها ازدحام کردن در تشییع جنازه سعد، نماز خوند و دفن کرد. خب دیگه همه به همچون مرگی خوشحال میشن. مادر سعد گفت که توبا لکه یا سعد. مادر سعدم بود، گفت خوشا به حاله چنین مرگی، دیگه آخر شهادت و اونم رسول خدا نماز خوند و نمیدم چنین و چنان و تو قبر گذاشت. رسول خدا فرمود که لا تحتمی علالله یا ام سعد، مادر سعد به خدا حکم حتمی صادر نکن به قول ما. عرض کردن یا رسول الله چرا؟ اینجا عبارت من با تردید معنا میکنم. فرمود برای سعد فشار قبر هست یا فشار قبر دادند، یه همچون تعبیراتی. عرض کردن یا رسول الله برای سعد ابن معاذ شهید بزرگوارین. فرمود تو خانه با زن بچهش بد اخلاق بود. دقت کردی؟ پس امام مجتبی علیه السلام در این روایت فرموده ان احسن الحسن الخلق الحسن، خدایا به حق امام حسن، به من که خودم اخلاق خودم را میدونم و همه برادرای که آرزو میکنن اخلاق خوب، مرحمت بفرمایید. آمین. بله، این حدیث را خوندیم که سوال میشود در قبر از ان عمرک فیما افنیته. این رو باید از امام سجاد علیه السلام. حضرت می فرماید و سرت الى منزل وحیدن، تو را می برم به منزلی تنها، روحت را بر می گردانم به بدنت، ملک ها ناگهان بر تو وارد می شوند برای پرسیدن و تو را امتحان کردن. اول از خدا سوال می کنند و از پیغمبر و از دینی که داشتی و از قرآنی که می خوندی و از امامی که او را ولی خود می دانستی. اینا اصول عقاید.
تمام. بعد فرمود ان عمر که ثم ان عمر که فی معفیته، عمرت را کجا فانی کردی؟ سرمایه حیات نبودی دو روز بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. و مالک من عینه اکتسبته، مالت سوال میکنن از کجا گیر آوردی و فیما اتلفته. فخذ حذرک، احتیاطت بکن، ونظر لنفسک، به خودت هم یه نگاهی بکن، به خودت یه نگاهی کن. ونظر لنفسک یعنی بر له نفس خودت نگاه بکن. و اعد للجواب قبل الامتحان والمساءله والاختبار، قبل از امتحان جوابش حاضر کن، اونجا دیگه معطلی نداشته باشه. آنان که حسابشون پاک است از محاسبه چه باک است. مؤمن چه خوب است شبانه روز یک چند دقیقه، در هر شبانه روز چند دقیقه خودش از خودش حساب بکشه تا برای اون روز مسئله آسون بشه. بعد فرمود که فاین تکون مؤمنن، اگر مؤمن باشی، یعنی اون جوابای خدا و پیغمبر و ولایت اینا رو خوب بدی، تقیین با تقوا باشی، عارفن شیعه باشی، عارف ببخشید عارفن به دینی، عارف به مسائل دینی باشی، متبعا للصادقین، راستگویان را پیرو باشی، راستگویان یعنی ائمه علیهم السلام، موالیا لاولیاء الله، با اولیای خدا موالات داشته باشی، لقاک الله حجتک، در مقابل جوابها خدا جواب میده. اگر در دنیا واقعا ایمان داشتی، واقعا موالات داشتی، واقعا شیعه بودی، پیرو امام صادق علیه السلام بودی، پیرو امام زمان علیه السلام بودی، لقاک الله حجتک، خدا یادت میده، معطل نمیده. آقای قرائتی میگفت که یه نفری من صدا زد از ایرانیا، بیا در مدینه، بیا اینجا، بیا این دکاندار من کلافم کرد در مباحثه. رفتم گفت چرا شما ایرانی ها با عراق مصالحه نمی کنید؟ گفتم بابا شهرامون خراب کردن، دهاتمون خراب کردن، ارزامون تجاوز کردن، مالمون آوردن تو خونمون هم نشستن. گفت لا بس، مصالحه کنید. به همون ایرانی با این که گفتم یه توپ از این پارچش وردا بودو گفت یه توپ پارچه وردا داشتم، این داد زد که سارق نمیدونم. گفتم نه مصالحه میکنیم. گفت بابا مصالحه یعنی چی؟ من پارچه مبر. گفتم ما همینه میگیم، پارچه را بیار، پسر پارچه را بیار، ما همینه میگیم، فهمیدی یا نه؟ باز این مال آقای قرائتی، خدا حفظش کنه. میگفت یه نفری میگفت این زریه چرا میبوسید؟ گفتیم زریه پیغمبره دیگه. گفت این آهنه. گفتم زریه رسول الله مهمتر است یا پیراهن یوسف؟ قرآن میفرماد پیراهن حضرت یوسف چشم نابینا یعقوب را بینا کرد. شما میگیدن زریه رسول خدا کمتر از پیراهن حضرت یوسف؟ ببین چی جواب اینه، خدا یادش میندا زود حاضر، یه جواب، هیچ جواب نداره. خدا اونجا ملکه این که میان از شما میپرسن لقاک الله حجتک، خدا یاد میده چه جوابای حسابی میده ها. و انتقل لسانه که به ثواب، زبانت به خوبی به راستی گویا میشود، فحسن تل جواب، خوب جواب بیدی، فبشرت بالجنت و رزوان من الله و الخیرات الحسان، اون وقت مژده داده می شوی به بهشت و رضوان خدا و نعمتهای بهشتی، ملائکه ها با روح ایران از تو استقبال می کنن. و این لم تکن کذالک، اگر تقوا نداشتی، اگر پیروی نکردی، علیاذ بالله، استغفر الله، تلج لجل سانک، دیگه خدا یادش نمیده. خدا در قرآن هر مدز یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و
فی الاخره، خدا تثبیت، اینه معنا کردن به همین سوال جواب تثبیت کردن، یعنی خدا اون مقام تثبیتش میکنه. یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست، اینجا من روایت 22 نوشتم. ابن ابی حمزه مرد. ابن ابی حمزه از اونهایی بود که دنیا گولش زد، امامت امام رضا علیه السلام منکر شد. پولای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه پیشش بود، برای اینکه این پولا را بالا بکشد و ندهد، به امام رضا گفت من شما را قبول ندارم. در اینجا دارد که قال بعد موت ابن ابی حمزه حضرت انه اقعد فی قبره، در قبر او را نشوندم، پس سئل عن الائمه، از ائمه سوال کردن، عرض به خدمت شما، به اسمائه، با نامشون سوال کردن، حتی تا الیه، تا فرمود رسید به من، یعنی به امام رضا علیه السلام، فسئل فوقف، ایستاد نتونست جواب بده، فضرب علی رأسه ضربه امتلع قبره نارن، یک ضربه تو سرش زدن که قبرش پر از آتش شد. نهج البلاغه هم بخوانیم، در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه اینجور فرمود، حتی اذن صرف المشیع، تشییع کننده ها برمیگردن، شما برمیگردید، اون احساس میکنه که موندنی است، نمیذارن دیگه برگرده، اونجا محبوس است. و رجل متفجع، گریه کننده ها هم برمیگردن. اقعد فی حفرتهم نجیان، در حفرش آماده سوالش میکنن، لبهتت سوال و اثرت الامتحان، که برای خاطر اینکه از این لغزشی امتحان چجور بیرون میاد. امتحان خیلی سخته. یا آقای رفته بود تو جلسه مرحوم آقای داماد، امتحان میداد زمان آقای بروجردی، میگفت هر چه سعی کردم بسم الله یادم نیفت، گفتم بسم الله الرحیم، دیرم خیلی کوتاه شد، بسم الله الرحیم نداریم، هر چی که خود، چون از آقای داماد، از هیبت آقای داماد میترسیدن طلبه ها، گفت هر چی سعی کردم بسم الله را درست یادم نیفتاد. وقت سوال کننده ملکان باشند، اونجا باشد، دنیا که نیست، اونجا باید خدا تلقین کند حجت را تا آدم بگه، و الا اونها که اینجا پهلوانی میکنن، اونها از هم اونجا از همه عاجزترن. این روایتم بخوانم و عرضم تمام کنم. از امام صادق علیه السلام هست، می فرمد وقتی که مؤمن را داخل کردن در قبر، نماز طرف راستش، زکات طرف چپش، احسانهایی که کرده تکرار می کنم، احسانها و نیکیهایی که به بندگان خدا کرده است، مطلون علیه، اشراف میکنه به او، صبرم کنار میماند. صبر عبارت از صبر بر عبادت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. ملک ها میان سوال میکنند، صبر به نماز و زکات میگه دونکما صاحبکم، شما حمایت بکنید از این، اگر شما زورتون نرسید من اینجا هستم. صبر خیلی مهم است. استعینوا بالصبر والصلاة ان الصبر من الايمان كما بمنزله الراس من الجسد. اون وقت میگه که اگر شما عاجز شدید فانا دونم، من هستم اینجا برای نجات دادنش، من هستم. اینا بخوانم و مژده از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، روایت فرمود یا علی، دوستان شما سه جا خوشحالند، شیعیان شما نفرموده ها، دوستان شیعیان خیلی دایره زیقه، سلمان و مقداد و ابوذر و امام حسن و امام حسین، تو روایت هم میگم ها، فرمود شیعت امیر المومنین الحسن و الحسین سلمان، اونایی که دیگه قدم به جای قدم حضرت امیر، و اون رفتارش اونجور بود که ماها اهلش نیستیم دیگه. اما محبین یعنی دوستان، میفرماد دوستان شما، یفرحون فی ثلاث مواطن،
سه جا خوشحال میشه. یکی عند خروج انفسهم، جان از بدن بیرون میاد و عند هناک تشهدهم، شما اونجا ایستاده اید، این یه خوشحالیشون است. و عند المساءله فی القبور، در سؤال قبر خوشحال میشوند و عند هناک تلقنهم، تو اونجا هستی و جوابا را یادشون میدی. و این دل عرض علی الله، وقتی که نا به خدا عرض میشوند، عرض اینه که مثلا به قول ماها رژه میروند که یه رئیسی میبیند، نشون دادن، عرض یعنی نشون دادن. اون وقتی که به خدا نشان داده میشوند و انده هناکه تعرفهم، که معرفشون شما هستید. یه روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، فرمود که هر کس مرا در غربتم زیارت کند، من هم سه جا او را زیارت کنم. نقل کردن از مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه که وصیت کرده بود من ببرید نجف بعد از مردن، بعد وصیت شواز کرد گفت من اینجا دفن کنید، قبرش تو صحن مطهر است، فقط قبر او نوشته دارد، قبر دیگری نوشته ندارد، فقط قبر او نوشته دارد. گفتن چطور شد شما؟ گفت من در عالم مکاشفه دیدم، دیدم اینجا هستم، همینجا که قبرش هست، اینجا درها، درهای صحن مطهر بسته است، هیچ کی نیست، در حرم باز شد. امام رضا علیه السلام تشریف بود، آمد همینجا چارپایه گذاشتن حضرت، رفت رو چارپایه و در صحن باز کردن، زوارها آمدن. اما اونا که من می دیدم داشتن می اومدن، بره بود، بزغاله بود، میش بود، گرچ بود، شاید مثلا گاهی تک تکم توش انسانی بود، البته این عبارت از من است. میگه دیدم امام رضا علیه السلام از همه اونها تفقد میکند و به همشون اظهار محبت میکند، دست به سر صورتشون میکشه. بر من ثابت شد که اینجا امام رضا علیه السلام به همه میرسد. فرمود هر کسی مرا در غربتم زیارت کند، این کلمه غربت تو روایات امام رضا علیه السلام زیاد است. نوشتن حضرت از مدینه حرکت میکرد، حرمش جمع کرد، خواهرها، عیالات، فرمود برای من گریه بکنید من بشنوم. عرض کردن قریب به مضمون، ابن رسول الله گریه برای مسافر، فرمود مسافری که امید برگشتن داشته باشه، من امید برگشتن ندارم. حضرت بعضی از نقله ها اینه که قم آمد و قومی ها افتخار میکنن از اینجا رد شد رفت. اون وقت یه روایت هم اینه، فرمود میان دو کوه توس، میان دو کوه توس یه قطع زمینیست از زمینهای بهشت، زود میشود اونجا محل تردد، قریب به مضمون محل تردد دوستان من خواهد، هر کس مرا زیارت کند من سه جا او را زیارت می کنم. از امام صادق علیه السلام ظاهرا سوال کردن ابن رسول الله بهترین نعمت، لذیذترین نعمت چیه؟ فرمود انسان پسری صالح داشته باشد که لونوش را بره
و این بهتر نعمت است برای پدر. عرض کردم بالاتر مصیبت بر بود مردن همین پسر از جلوه مثلا روی پدر. امام رضا علیه السلام به شیعیانش هی تذکر میداد که من این ولایت عهدی عاقبت ندارد و من میمیرم، همینجا دفن میشوم. دیب الخزایی وقتی که اون اشعارش خوند و قبرون به بغداد لنفس زکیت تضمن هر رحمان فی الغرفاتی، نقل شده امام رضا علیه السلام فرمود منم یه بیت اینجا اضافه بکنم، یه دوتا بیت اضافه کنم. عرض کرد بفرمایید. فرمود و قبرون به توس و قبرون به توس نیالان مصیبت الحت علی الاحشاء بالزفراتی. بی بی فاطمه یکی از عزیزان تو در توس دفن می شود. یا لها من مصیبت. چقدر مصیبت ها دارد، چقدر گرفتاری ها دارد. امام رضا علیه السلام در بعضی روایات داریم این جمله را فرض کرد: خدایا اگر راحتی من در مرگ است، مرگ منو برسون. از دست مأمون اینقدر ناراحت بود. در اون قضیه نماز بود اینا مسیگی فرمود. یه روز فرمود من میروم جلسه مأمون، من احضار میکند، اگر وقت بیرون آمدن دیدید عبا سر کشیدم با من حرف نزنید، حالم خراب است و معلومه که حالم منقلب است. با اون طرزی که شیطنت داشت حضرت را مسموم کرد. حضرت از جا بلند شد. مأمون عرض کرد آقا کجا؟ فرمود اونجایی که فرستادی دارن میرن. آمد فرمود درها را ببندید، درهای خانه را بستن، که واقعا غربت. حضرت حدود 20 چند خواهر داشت، 22 رو تظاهرن امام رضا علیه السلام خواهر داشت که یکی فاطمه معصومه بود. اون وقت چقدر عمه، چقدر خانواده بنی هاشم داشت، ولی اینجا آمده در خانه را به روی خودش بست. اون وقت به ابو سلط دستور داد درها را بستن و تو اتاقش حضرت به قدری گرفتار بود که تا زور کسی نشد غذا بخورد. حضرت چشمش باز کرد فرمود غذا خوردن، چون همه سر حضور با خود حضرت غذا میخوردن، تمام غلاما سیاه سفید باعث با خودش غذا بخورد. عرض کردن آقا شما حالتون ایجاب نمی کند ما غذا بخوریم. حضرت نشست فرمود سفره بیارید. سفره انداختن، غذا خوردن. وقتی که غذا را جمع کردن حال حضرت به هم خورد. ابو سلط میگوید من در صحن خانه بودم و برای وضع حضرت خیلی ناراحت بودم. یه وقت دیدم یه نوجوانی یا بچه‌ای در صحن خانه به چشمم خورد. وقتی که امام جواد علیه السلام را مشاهده کردم عرض کردم آقا شما از کجا وارد شدید؟ من که درها را بسته بودم. فرمود خدایی که منو از مدینه به من آورده است میتواند من از درهای بسته وارد کنم. میگه رفت به طرف اتاق پدر، منم دنبال سر رفتم ببینم پدر پسر با هم چطور ملاقات میکنن. تا امام رضا علیه السلام چشمش به امام جواد افتاد، میگه جا بلند شد، آغوش باز کرد، امام جواد را به سینه را چسبانید. من خیال میکنم که تمام آرزوهای امام رضا علیه السلام شاید همینجا خلاصه شد. امام جواد آمد بالینش، بالین پدر نشست، وصیت ها را رسید، اسرار امامت را تحویل گرفت. بالین پدر بود، در غسلش در تمام امور شرکت کرد. اما عرض میکنم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من عرض می کنم یا ابن رسول الله، اگر شما مسموماً در حال غربت، در زمان غربت، در مکان غربت با اون وضع از دنیا رفتید، ولی آخر سر چشمت با جمال پسرت روشن شد،
بلکه سرت در دامن پسر جان به جان آفرین تسلیم کردی و سایه را رسیدگی کرد، کارا را انجام داد، اما جدت برعکس بود آمد. بعضی هم میگن تا امام حسین بیاید علی تمام کرده بود، اصلا زنده نبود. اون صدا که زد یا ابتا هازا جدی رسول الله تمام شده بود. اما راوی میگه دیدی مباردلا با انگوشتش خوب را داره پایی با انگشت مبارک خونها را از لب دندان علی پاک میکرد. یه وقت دیدن خمش و صورت به صورت خوران و دری گذاشت. بعضی ها میگن سه مرتبه حضرت این عمل را تکرار کرده، صورت راست، صورت چپ، بازم صورت راست، در هر دفعه یه جمله فرموده باشد، اما جمله آخر مثل که اینه نقل کردم، فرمود یا بنیه علی جان لقد سرحت من هم دنیا و غم ما. بابا رفتی از غم دنیا راحت شدی، از هم دنیا راحت شدی و بقیه ابو که وحیدم فرید و اما بابا را تنها گذاشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.